در این قسمت در رابطه با ساختن زمان آینده در زبان آلمانی صحبت میکنیم. دوستان، ساختن زمان آینده در زبان آلمانی در واقع بسیار ساده است و شاید بشه گفت که ساده ترین زمان در آلمانی همین زمان آینده است. چرا؟ به این دلیل که ما فقط کافی یک فعل رو صرف کنیم و هیچ نیازی به صرف هیچ فعل دیگه‌ای نخواهیم داشت. خب این فعل دوستان فعل وردن هست. فعل وردن در واقع سازنده زمان آینده هست و در واقع یک فعل مودال هست که ما در قسمت مودال ها این فعل رو نگفتیم و جدا در واقع ترجیح دادیم که به صورت جدا بگیم. اما بدونید دوستان که این فعل یک فعل مودال هست و طبیعتاً فعل دوم، حالا هر فعلی میتونه باشه مثل آمدن، رفتن، گفتن و غیره، باید طبیعتاً در پایان جمله باشه. این دقیقاً مثل بقیه مودال ها، مثل کنن، مثل در واقع دورفن، زولن، میسن، دقیقاً مثل بقیه مودال ها استفاده میشه و فعل دوم طبیعتاً باید به پایان جمله منتقل بشه. خب اما وردن رو صرف میکنیم دوستان، به این صورت هست دوستان: Ich werde, du wirst, wird, es wird, sie wird. خب همینجا دوستان به یک نکته ممکنه در واقع توجه کرده باشید، ولی توجه شما رو جلب میکنه به این نکته که در فعل werden در واقع برعکس بقیه مودال ها فعل ایش و ار اس زی یکسان نیست، یعنی فعل من و او یکسان نیست. همونطور که مشاهده می‌فرمایید، ایش ورده، دو ویرست، ار ویرت، اس ویرت، زی ویرت، ویر وردن که خود اصل فعل هست، ویر وردن، ایر وردت و دوتا زی آخر هم که وردن هستن، زی وردن، زی وردن. خب دوستان در واقع خود وردن به تنهایی هیچ مفهومی نداره. خب زمانی مفهوم پیدا میکنه که یک فعل دیگه وجود داشته باشه. مثلا این دقیقا مثل اینه که ما در فارسی بگیم من خواهم، تو خواهی. خب مفهوم خاصی اینجا نداره، ولی وقتی بگیم من خواهم رفت دیگه مفهوم پیدا میکنه، یا آنها خواهند رفت دیگه مفهوم پیدا میکنه در اینجا. پس دوستان توجه داشته باشید به این نکته که حتما باید یک فعل دیگه وجود داشته باشه تا زمان آینده ساخته بشه. خب اما در اینجا به مثال ها توجه بفرمایید. خب دوستان به این مثال ها توجه بفرمایید. مثال اول: Wir werden nach Kanada reisen. Wir werden، مثل اینکه دقیقا بگیم ما خواهیم nach Kanada، به کانادا reisen. reisen هم که سفر کردن هست دوستان، یعنی ما به کانادا مسافرت خواهیم کرد. ما به کانادا مسافرت خواهیم کرد. ویر وردن، خب اول وردن رو صرف میکنیم، ویر برای ویر همون وردن هست، نخ کانادا به کانادا، رایزن رو که میگیم در واقع مشخص میشه که چه کار رو میخواییم انجام بدیم، ما به کانادا مسافرت خواهیم کرد. خب اما جمله بعد: ایش ورده ایم، یعنی من به او، اویی که مذکر هست، من به او دی شمی دوستان همون درس شیمی هست، من به او شیمی اون ترریشتن. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.